خانم خاموش، شما یک از دختران و زنانی بودین که در نشست اسلو اشتراک کرده بودین. خواست شما در نشست اسلو چی بود و آیا به او رسیدگی شد یا نه؟ سلام، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از شما. تنها ترین خواستی که من در نشست اسلو تقاضا داشتم و به عنوان یک کسی که خواست مطالبات زنها را در این نشست به گوش جهان برسانم و از طالبات تقاضا بکنم که در کابل صدای ما را نمیشنون، حداقل در نشست اسلو میشنون و میخواهند در اینجا با آرامش خاطر جواب گویند، آزادی دختران بود که باید به اونا تذکر میدانم که موقعی که خیلی خوب با اسلو ما داشتیم سفر میکردیم، در همون زمان دقیق تمنا، پروانه و خواهرانش رو بوده شدند. پس وقتی که شما در کابل با ما به گونه خشن برخورد میکنین و میخواین رتو کوب بکنین و پراگنده بکنین، اینجا اگر تقاضا میکنین صدای زنان شنیده شوه، تقاضا میکنم که دخترانی که در اسارت شما هست آزاد بکنین. اما اونا رد کردن و شما دارین میبینین در این جریان 20 روز که طالبا با در نشستی که اونا رد کردن، در پیام هایی که اونا به اسارت گرفتن دخترها را تقبیه کردن و رد کردن و اصلا برشان توجه نکردن، امروزه خودشان آنها را آزاد کردن و خودشان در گروگانگیری که انجام داده بودند این دخترها را رها کردن و در بدلش هر چیزی که بود پاداش گرفتن. و اینجا مشخص است که چه بازی سیاسی در جریان است که میخوان با جنایت بشری در افغانستان، جنایت بشری، حذف زنان، حذف انسان در افغانستان اجرا بکنن. خانم خاموش، شما دقیقا به سوال بعدی ما جواب دادین که نشست در این نشست شما از دقیقا خواسته بودین زنان و دختران آزاد شه و به هر حال در آن مقطع زمانی گفتن که اصلا آنها در جریان نیستن و خبرها الان هست که اونها آزاد شدن. شما اشاره کردین که این در حقیقت یک گروگانگیری است. شما فهم میکنین آیا مبارزات شما، سخنان شما در آن سخن در آن نشست تأثیر گذار بود که حالا جامعه جهانی فشار بیاره، یا در حقیقت آزادسازی این دختران بر اساس یک معاملات سیاسی است، در قبالشان امتیازی از کشورهای غربی گرفتن؟ خب فشارهایی هم صورت گرفت، چی از صدایی که من در اسلو بلند کردم، چی صداها و فشارهای جامعه جهانی و جامعه حقوق بشر در قبال افغانستان و جامعه حقوق زنها که بالاخره از هر جای صدا بلند شد به خاطر آزادی این دخترها. تاثیرگذاریش آن وقت میتونستیم ببینیم، تا اینکه پول افغانستان که بایدن وزیر امضا گرفت و آن شبی که پول امضا شد دختران نیز آزاد شدند. اینجا مشخص می شود که یک گروگانگیری و یک بازی سیاسی در پشت این پرده هست که هنوز مشخص نیست چه بازی را دارند با مردم افغانستان، با خون مردم افغانستان، با حذف زنان دارند به انجام می رسانند. خانم خاموش، شما تجربه رفتار و برخورد طالبان در درون افغانستان، در داخل افغانستان و خارج از افغانستان دارید. این رفتارها و برخورد خصوصا با شما چگونه بوده؟ تفاوتی دیدین در این برخوردها یا نه در نشست اسلو آیا به حرفهای شما دقیقا حرفهای شما رو شنیدن نمایندگان طالبان یا نه؟ خب تفاوت خیلی زیادی در کابل و اسلو دیده میشد، در جایی که باید در میز مذاکره کرد بتم به نظر مذاکره نبود و اینجا فقط برای رساندن صدای زنان آمده بودم. برای من این مذاکره اصلا این نشست ها و این مذاکره ها را نمیتونم توجیه بکنم. اما بناهن تفاوت خیلی زیادی داشت، اینکه در کابل لتو کوب میکنن و در اینجا با آرامی گوش فرا میدن تا بتونن صدای زنان افغانستان بشنون، و به خصوص اینکه آنها به خاطر
به دست آوردن مشروعیت خود که او را بالقوه می دانند بله های زیادی می گویند و اینکه چیزی که مانع اونا هست، چیزی که بر اونا خطر هست، چیزی که باعث می شود اونا را زیر سوال ببره رد می کنند، اینکه همین خودش مشخص از آزادی زنان و در اسارت کشیدن زنان که اینا در هر صورتی هر گناه و یا هر اشتباهی را که از دست سانسر میزنه او را به سرعت رد میکنن. تو کومی که زنان مبارز در خیابان ها میشه اینا را رد میکنن به خاطر اینکه بتانن با این نشست هایشان مشروعیت بگیرن. اما من فکر نمی کنم که اگر جهان توجه جدی بر افغانستان نکرده بتانه به طالبان مشروعیت بده و باید از خیانتی که به مردم افغانستان کردن و میکنن دست بردار شوند. خانم خاموش، پس از سخنرانی شما در نشست اسلو در مورد شما گمان زنی هایی وجود داره که گویا شما بر افغانستان بر نخواهیم گشت، تصمیم شما با توجه به اینکه شماری از همرزمان شما بازداشت شدن و برای مدت ها ناپدید بودن چی هست و چرا تا بار به افغانستان بر نگشتین؟ اگه برگردین آیا نگران پیامدهایی هستین که متوجه شما خواهد بود؟ خب بیاین به یک نکته فکر بکنیم که حالا به جای ما، اگر به جای مرسل ما، به جای تمنا ما، چه خاکی بر سر اونها ریختن مردم افغانستان، کسایی که دارن داد و فغان از نیامدن ما بر میدیا سر میدن. فکر کنیم ما تا حال ایره بی اساس میدانم که ما بتانم برای خودم فکر بکنم وقتی هم رزم ما هم جنس ما به خیابان فریاد میزنه و در زیر بار شلاق و اسارت طالبان به سر میبره، ما بیایم اینجا به خودم فکر بکنم. ایره ما به خودم یک خیانت بزرگ، یک بیوجدانی بزرگ میدانم که بیایم تنها به خودم فکر بکنم وقتی پا به پای دختران افغانستان، خواهران خود، هم جنسان خود به خیابان فریاد زدیم. تفاوت فقط در اینجا هست که ما در اینجا آمدیم و هنوزم این مبارزات ادامه داره و ما به خاطر اینکه نتانم زندگی خود از دست بدم که هنوزم خانواده ما در خطر است، نتانستم برگردم و هیچ تضمین جانی صورت نگرفته در این قسمت. خانم خاموش، میخوایم در مورد تجربه شما در اعتراضات بگویم. شما از جمله کسانی بودیم که از روزهای اول اعتراضات زنان در شهر کابل حضور داشتیم. آیا تجربه خشونت، تحقیر و ارعاب خودتان داشتیم یا دیدین هم رزمانتان و میتونین اون رو با ما شریک بسازین؟ بله، ما در همون اولین از اولین مظاهره میگم که ما به طور خیلی با آرامش و کامل با آرامش و خاطر رفتیم به فواره آب، به چرایی فواره آب و از اونجا شعار سر دادیم تا بتانیم حضور من رو بر گروهی که حاکم شده بر افغانستان نشان بدیم که شما نمیتونین نیمی از پیکر جامعه را حذف بکنین. زن، نادیده گرفتن زن غیر ممکن هست. از همونجا شروع شدن. اونا طالبان می توانستن با مردم سازگاری کنن، طالبان می توانستن با مردم سیستم را به گونه ای بسازن که مردم اونا را قبول بکنن، اما این ششما را از دست دادن. اونا می توانستن به خوبی وارد شوند. ما شاهد رژیم های سختگیرانه زیادی بودیم که حاکم نبودن، نتانستن پایدار بمانند. پس طالبان از این فرصت ها می توانستن استفاده بکنن. اما در نه تنها زنان معترضی که به خیابان ریختن اونا شکنجه شدن، نه تنها منی که در آخرین مبارزه خود چشمای نزدیک بود کور شود با پاشیدن گاز اشکاور، با پاشیدن با استفاده از شوک برقی، با استفاده از اسپری مرد که به چشمای ما پاشیدن، ما صدمه های زیادی دیدیم. ما فروزان از دست دادیم، ما آرزو شکنجه شد. ما امروز زنان زیاد و مردان بیشمار داریم. من نمیتونم تنها به زنان فکر بکنم. اینجا هستن کودکانی هم که آینده افغانستان با اونا تعلق داره. خانم خاموش، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان و خبرگزاری فرانسه گفته بود که مسئولان طالبان حق دستگیری و بازداشت مخالفان یا کسانی که قانون را نقض میکنن دارن. حالا سوال این است که دختران معترض در شهر کابل و دیگر شهرهای افغانستان چه قوانینی را نقض کرد؟ خواست شما چی بوده که نقض قانون محسوب میشدن و میتونین توضیح بدین؟
خب همه دنیا شاهد این است، طالبان خودشان شاهد این است که زنان فقط برای اینکه از بدنه جامعه حذف نشوند مبارزه کردند، حضور آنها را حذف کردند، که زنان به خیابان ریختند، تظاهرات و گردهمایی کردند، آنها را از کار، آنها را از شغل، آنها را از جامعه حذف کردند، از آنها نان، کار و دستاوردهای اونا را گرفتن، آرزوهایی که در طی این 20 سال قدم به قدم با مشکلات فراوان در یک جامعه سنتی به پله‌های بلند رسیدن و قدم به قدم بالا رفتن، اینها را از اونا گرفتن. در این مبارزات هیچ نقد صورت نگرفته، ما هیچ نقد نگرفته مگر خواستن حق زن نقض حکومت است، مگر خواستن نان نقض است، مگر خواستن آزادی که در برگیرنده آموزش، در برگیرنده حق انتخاب، حق مسئولیت، حق کار است، آیا این نقض است؟ نخیر، ما این رد. خانم خاموش، در بیشتر اعتراضاتی که در این چند ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان انجام شده، چه در شهر کابل چه در شهرهای دیگر، زنان به تنهایی در خیابانها دیده میشن. سوال عمده ایست مردان کجا هستند؟ اونا در این اعتراضات، در این حمایتها کجا قرار دارند؟ آیا شما به تنهایی هستین یا مردان وجود دارند اما در صحنه نیستند؟ من بارها به این سوال پاسخ دادیم. خب وقتی که یک پدر برای دخترش اجازه میده که برای حق خود خیابان بریده، همین حمایت است. وقتی یک مرد به خانمش اجازه میده که بره به خیابان برای حق خود دادخواهی بکنه، همین حمایت است. طالبان به همجنسان خود که مرد هستن رحم ندارن. اونا اگر نتونن مستقیم برای یک زن شلیک بکنن، اما بر همجنس خود رحم نمی کنن. مهمترین خواست زنان افغانستان در کابل و تمام شهرها چه بوده و چه است؟ با افتخار می گویم که خواست زنان افغانستان نان، کار، آزادی، مشارکت سیاسی هست. ما نمیتونیم خودمان را نادیده بگیریم. ما به خود آگاهی رسیدیم و هیچ رژیمی نمیتونه زن را نادیده بگیره.